یک بار دیگه سلام برتون برسه. هموطنان عزیز تشکر که برنامه های سفر ما به ایران را بیننده بودین از امو اولش تا اینمی لحظه که آخرین شب ما در تهران است و ما هم برای شما برنامه ثبت میکنیم. باز هم ما و فرخنده امروز که روز آخر ما در تهران بود رفتیم به خاطر خریداری سوغاتی، یک تعدادش باقی مانده بود برای چند نفر، دیگه اونا را هم تکمیل کردیم. آسمان تهران بازم نم نم باران است، میباره. گفتیم که بیا برای آخرین بار که آخرین شب ماست در تهران بریم، هر دوی ما با مشوره یک دیگر گفتیم بریم به دربند و باز هم به دربند آمدیم، به جای زیبای دربند و قرار است که فردا به خیر سفر داشته باشیم به طرف افغانستان، کابل جان. اما ای بار یک سفر متفاوت داریم که هیچ کسی را ما از خانواده خبر نکدیم. بر از نا گفتیم که ما حتی یک هفته بعد گفتیم میریم، اما در حالی که ما همین فردا سفر ماست و میریم. این برنامه را وقتی شما میبینین بفهمین که این برنامه را من خودم نشر کردیم، یعنی که من خودم کابل رسیدیم که شما این برنامه را میبینین. فعلا تهران هستیم، اما این برنامه را ثبت میکنم، ادیتش میکنم پیش خودم و هر وقت که کابل رسیدم خودم نشرش خواهد کردم بعد از ختم برنامه. دیگه این برنامه از اینجا شروع میشه، از دربند و در پیش دروازه خانه ما در اون آپارتمانه که ما به خیر خلاص خواهد شد. همون تیگه صاحب است؟ همون ترست نی؟ این از اینجا شروع، این فکر که کابل خلاصش میکنیم. دیگه فرخنده است کتن ما دوستا سلام، خدا کنه جور ساعت من سرحال باشین. بازم خوش آمدین به آخرین برنامه ما، وقتتان بخیر. دیگه امروز ما برشاد آمدیم، امروز نه دیگه امشب آمدیم دربند، به خاطر که یگانه جایی که در تهران بسیار زیاد خوش آمده می دربند است. واقعا در برنامه فکر کنم این بار دوم از دربند برنامه میگیریم نه، مگر ما تو بدون برنامه یک شش هفت بار دیگه ما آمدیم. والا زیاد آمدیم، بسیار جای خوب است، فضای خوب داره. امروز باز بخینه باران هم میباره، میده میده دیگه. هوایش هم تو خونه کس مگم میده خونه که آدم خوشش میاد، خوشش میاد، هوای خوب است. نه دربند آمدیم نه، یکم بخریم ببریم، یکم بگیریم ما قرصان ببریم. یگان تا فرمایش دادن، آفرین. میگیریم از زمین دیگه باز بالا میریم ببینیم خدا بالا چی گپ از دیگه آوی بارنیم. دوستا دیگه همونتو که براتان گفتم، ما هم ما دیگه این برنامه را ثبت میکنیم، حتی تصمیم داریم ادیت چه خوبی از خودم میکنم. همین برنامه‌ای که از تهران شما دیدین، از ایران ادیتش تمامش خودم میکنم، اما در موبایل یکم کم کاست هم داشت ادیتش، ولی بازی را روان میکردم کابل که اونا آپلود میکردن. این برنامه را بر علاوه ازی که ادیتش خودم میکنم، این بار دیگه با فردوس سوانش نمیکنیم، چون اگه با فردوس سوان میکنیم باز میفهمه که دیگه ما اومده نیستیم. این دیگه برای یکی از دوستای دیگه روان میکنیم که او بزنه دانلودش کنه، آماده نشر بونیش. باز خودم که کابل رسیدم بخیر، او وقت باز میگیرم نشرش خودم میکنم. دیگه بیا کنال بریم تا اصلا آرام آرام به طرف اینی ترشی فروشک ها. دیگه نه 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 دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. فقط اینجا وطن دار ما است. خلیل جان، خلیل جان عزیز سلام علیکم، چی حال احوال داری؟ باش باش دستم بند است. خلیل اخ شما میشناسین دیگه، خلیل دفعه قبل ما اومدیم امروز دیدیم خوب هستین ان شاء الله، قرار است خیر خیر بخیر هستی. بریم امروز شنیگک، بیا که چهره مبارک ته مردم ما ببینم، ما ببینیم. خو خلیل جان زنده باشی، بخیر باشی، چی حال احوال؟ قرار است ان شاء الله خیر خیرات بخیر. نگو ایرانی هم صدا میکرد که بیاید از لواشک از فلان و بسان، ما گفتیم نه وطندار، وطندار است، وطندار باشه جان جور. بخیر باشی قربانت، زنده باشی خلیل جان، بخیر باشی. نگه دوستامت که میبینین خلیل جان اینی دکان بگیم یا دکه میگین شما چی میگین؟ این بساط لواشک میگن، بساط لواشک ها، این بساط لواشک خلیل جان است. دیگه دیم دربند کسای افغانایی که میان در ایران اگر چیزای ترش دلتان میشه دیگه حتما پیش خلیل بیا اینو برسانین خدا. خب خلیل جان، ما هم اومدیم که نزنمی چیزای ترشکی که میفروشی از نمی کمی بخریم دیگه. ای که چی میخریم و چقدر میخریم؟ فقط گپی هست که ما سبا بخیر پس میریم طرف افغانستان. بری افغانستان، افغانستان میریم بخیر. ما در خدمت دیگه یک چیزی بده که در داخل بکس های ما مانده شوه و لباس ها را خراب نکنش، خوب صحیح و سبندیش کو گیره اوسو میبریم. مردان تلفن میکنم محکم سفری جان جان، خیلی ببینید زنده باشی. اینالی که چی میگیریم میره دیگه فرخنده میگه برات که چی میگیریم. خیلی خرد خرد داریم به خاطر که بچه نفر میبریم، جدا جدا میبریم، اینا رو بعد کلانا بگیریم، بس خوردم نمیشه. ایران بگی خودت برای خلیجان بگو اصراف نشه،
از اون خودی گکای خرد بدین. از ذکر خردتر نداری؟ نی بزرگ است. از ذکر خردتر نداری؟ خیلی کم کم بریزم چون محکم است یا کوچیک بیارم براتون. یک دونه شگ ازمی باشه، یک دو دونه شگ خردترکا بیارین. سه است. داخل هم نمیشه، میریزه. دیگه میو بریزه. الان تلفن میشه. تلفن میکنم اونا چون یک بار مصرف است نمیشه. سه است. فقط زیاد کار نداریم خب. الان از شما بخواید. از امو دفعه خورده بودیم و شاید بسیار زیاد مزه دار بود. کدام بود؟ اینمی. نو توش. از این خوردیم و گزینیش خوردیم از این دو دانه. ما یک تا پیش بگیریم. دیگه از کدامش میگیریم؟ دیگه از این هر کدامش که میگیریم دیگه راحت. دیگه کدامش خواهد مزه است؟ زیاد کار نداریم. دیگه هر کدام شما دو زاره تست میدیم براتون خوش تو نماد براتون برزم. از اینی بتین قوارش خوبش معلوم میشه. اون نما بردم پیشنیاد میکنم اون از اون نگیریم. اون چون هسته داره. خواه از اینی از این آقا شما حالا عدد کنم میگیم من برکم بگیم از امی یک دانه بانه؟ یک تایش زیاد است نه یا هم خورد خورد به نظر میرسم بسیار زیاد است خب بازم خواه سعی است نه ام یک دانش سعی است ام یک دانش بانه؟ چه سفیده؟ چه سفیده؟ شیر نبود داره در پولیش میکده یکم از اینی پرتین یکم از اونی طور شده بودش یکم این از اینی یکم از اینی تو گفت یکم از اینی پرکنده؟ ای؟ ای انار هسته خیلی طورش خوش هست از این بریزم من نخوردیم نه از پایینش نی؟ از این پایینش آه از این یک کمی که زیاد ندازه دا اونو بالا که از هم از امیست نی؟ آره اونو ترشش هست این ملس هست خواه نه ملس ندازه زمان ترشش این خوب از این هم آره اینو میخواه بس آه بس بس چه دا همه قدر دیگه از اونو میخواه از کدام؟ از اونو از امرو؟ آه خوب گفت ملس هست نه این ترشه نه ترشه هست ملس بود این ترشش ای چی هست؟ انار هست؟ این لواشک زرشک زرشک هست؟ این چی هست؟ این چی هست؟ این دون انار هست نه نه خوب هست این هست؟ بیر خیص هست دیگه فقط نال بسوندی شد دیگه خودت خوب باشم تو مزدار بسوندی شد یک دونه دیگه شما خیلی بانین بازو بزرد باشم ما الان درش رو بگارم نه بزرد درش هم پریسی هست دیگه باز نمیشه این بغلش نکنی بازم ده یه سی رقم بندازین، یکی از اینی بندازین؟ کم، زیاده خوب از این اندازه؟ آه، سیس یک کم از اینی بندازین؟ یه دیگه بسار ترشی از پرخوندن از این کم بنداز خوب از این؟ آه، کم، سیسه، فضیاد بنداز آه، سیس دیگه چی بریزم به این؟ بس هست، این دیتا بنازن بس هست، آه، این دیتا بس هست ترش آدم اون دفعه اول که میبینه دلش میشه بخوره اما باز یک کمی خوردی باز از این آناناس ها چیزا میخوای بریزم روش یا نه؟ نه به نظر من نه سعیسه باز چند تم یک جایی میشه خراب خواهد شد نیفر کنده؟ آه این ترشش خوب شد یه چی بذارم مردم؟ بله؟ کافی سمی ها آه کافی سمی ها فقط چکسم دال بستش میکنی که نریزم میبرم بردم سلفون میکنم آه خیلی میبینی زنده باشی دیگه نموره جورش کن خانه تا بار خواه فرخونده؟ بله باش که کنده در نمی کنم بارم بگیست نه 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 بارم بگیست نه خیره 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 خب دوستان عزیز ببخشید کمره ما سلفیش دور نمیخوره بخاطر که صفیش تر شده باش کوشش کنم بازم نه نشد نشد نه نشد تر شده صفیه موبایل تر شده دور نمیخوره خب خیره دیگه این همون تک میبینین چه خوب بارانک هم میباره نه نه باران میباره اینه اما هوا یک ذره سرد شد نی دیگه اونا خیلی جانم خیلی ببینه اونا او را پلاستیک میگره که دیگه نمی داخل باکس های ما یک دفعه کابل برسیم فرخنده یک دفعه کابل برسیم که ببینی که کل کالا از یک سر خراب شده نه دیگه
خلاصی که دوباره میمونیم به خاطر که خب بازم شور میخراب احساس نهی طرف طرف که خرابی نکنه لباس های ما خراب نشه نهیدون هم دوباره میپاس میمونیم نه راست ای دربند جان جان هر قدر بالا رفته بریم اما قدر هوا سرد چرا میره پس سرد چرا میره سرد تفس نی دوستو یک چیز دیگه این کمره مام دل خورد بسیار تشکر زنده باشین از ما را خیلی موجه یک بان انشاءالا میگیره میشه یه بیارش همیال بیار 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 مایک در دست این زنده باشین جان جور زنده باشین این قربانت بخیر باشین چیز اینجا هر باری که 5-6 دفعه که آمدیم بالا نرفتیم بخاطر اینکه از طرف شام آمدیم هر بار که آمدیم از طرف شام و شب آمدیم بالا نرفتیم و فرخنده گنی در من دادم پیاده روی داره بالا بریم سال جای مقبول است خوب است اما ما و فرخنده نرفتیم امشب هم دیگه بالا نمیریم چون هوا هم سرد است دیگه در اینجای که میگردیم یا چای نبات که دکان رفیق وطندار ما خلی جان لطف کردن بر ما دادن سوپ چای این چیزای گرم آ بسیار مزه میده حالا چای مزه میده اینجا آشم دیدم آشم درنده وای آشم خوب است ها اینی هم آش ها یک شاش دوغ است یک شاش رشته خدا کنه غلط نگوییم دیگه اینا متشک شون است اینجا خدا گرم میکنن بیا اینجا سوچ فرخونه که دست یک زده او ای او میچ که سر از این موبایل نه 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 گال میریم بالا میریم خیر ببینید جان جور خلی جان بخیر باشی قربانت وزنش کو که چقدر میشه وزنش کو که ما پیسه داریم نداریم پیسه که نداشتیم اما تو گرفته میریم خانه تواد خیر ببینی زنده باشی بخیر باشی چقدر شد وزنش حساب نکنیم میمونم نه چرا نه بخیر باشی زنده باشی انشاءالله قربانت بخیر باشی دیگه اونو هم بستش کدی خوب سایی نه نه زنده باشی دیگه نمیریزه خیر ببینید دیگه دوستای اینا یارم بسته کرد خلیل جان بخیر زنده باشه دیگه گرفته میریم باش کنیم گپای آخر خلیل هم بشنیم کدام پیام کدام چیز داره یعنی خلیل جان میریم افغانستان بخیر کدام کسی که از سلام و تحمد ویژه براش برسانیم چرا خم با تمام مردم افغانستان سلام میرسانم و خصوصا برای خود شما و فامیل محترم بخیر باشی زنده باشی شما صحت باشی هر جا باشی موفق کامیاب باشی قربانت زنده باشی بخیر باشی دیگه دوستا خیر ما کت کوتا میگیریم بخیر ما و فرخنده میریم بالا بالاتر میریم بس کت تناسم انشاءالله در ادامه برنامه کت ما باشی دوستای عزیز برای آخرین بار ما بازم خواستیم که در امو رستورانی که هم فرخنده را امی غذایی که اینجا در رستوران میتن خوشش آمده و هم مرا خوشم آمده واقعا بیاییم و بازم امیجا یک نان نوشجان بکنیم و فرخنده بازم مثل همیشه اونمو ماهی قزلالای سرخ شده را که بسیار خوشش آمده از این ماهی اونمو را فرمایش داد و حتی ایران گفته که اگه در یک سیر نکنه مکتای دوگاه میخوایم من گفتم بچه شم چرا نه مقصد گفتم که خوب شکم سیر گفتم از این ماهی بخو امیال بچه را میخواستم گرسنه بکنیم که اکتای دیگه بیار باز گفت نه مکان داره سیر کنم فرخنده را شما میشناسین میفهمین که اول میگه که بسیار زیاد میخورم باز زود سیر میکنم باز فرخنده گفت نه بان اولی را بخورم اگه سیر نکدم باز اکتای دیگه هم میخواییم دیگه این خودش هم اینجا ششته و یا ماهی قزلالای سرخ شدیش عاجل کده شروع کو که یخ نکنه فقط اگه دو کلمه گپ هم بزن که باز ما یک چیز نشان میتم دوست داره اینا رو باز دیگه مرا در گپ چی میگن مرا در دانه
مردم انداختی که باز میگن فرخنده شکم بود چطور چکار که دیگه سیر نمیکنه. خوی ما یکی خورد از دوم دیگه یک اتنا رو خوش خورده نمیشه دیگه یکی سیر کرده. نه راستی خورده است ها، راستی خورده است ها. و ما هم کباب لقمه میگنشه بر خود خواستیم، بسیار خوشمزه است. اما امروز امشب سرد است، امشب هوا سرد است، ما به خود کباب خواستیم، ماهی خواسته فرخنده. زود کده باید شروع بکنیم، تو شروع کن که یخ نکنم و بر دوستا چیز نشان میدم. دوستا چندین بار است که در این رستوران میاییم ما بخاطر ماهی خوردن و همین کباب لقمه خوردن. این دوستای ما که مسئول از این رستوران هستند فهمیدن، از لهجه ما فهمیدن که ما افغان هستیم. با او خاطر امشب باز ما چون وقتی نو داخل شدیم و کسی که همیشه از ما پذیرایی میکنه یکی از پیش دروازه صد میشه، گفت که بسیار خوش آمدین، گفت بازم آمدین. ما گفتم بله بازم آمدیم، اما گفتم فردا ما دوباره برمیگردیم به کشور خود دیگه. گفتم که شاید دیگه نبیم یا معلوم نیست دیگه. گفت خو خیر بیاین. خی باز گفتم شو، گفت خیمه چیز سر میزتان میمونم. ما گفتم چرا نه بیاین. باز ما اینجا ششته بودیم که بر ما ایره آورد. شما ببینین اینه دوستان، یک بیرق ایران آورد. این بوتل ها پس که فرخونده از خیرت خیر ببینی، یک بیرق ایران آورد و یک بیرق سیرنگ افغانستان آورد. ما هم گفتیم که تشکر کردیم ازش، گفتیم خیر ببینین، زنده باشین. گفت ما برای بعضی از میمانای خود این کار را میکنیم، میمانای خارجی ما البته که از دیگه شما میان. گفت ما این کار را برشان میکنیم. ما هم گفتیم که برای شما هم این کار داشته باشیم، بیرقتان بریم سر میزتان بانیم هم با بیرق خود ما. ما هم ازشان تشکر کردیم، خیر ببینن، زنده باشن. اینه ای تصویر هم شما ببینین دیگه، بیرق ایران همراه با بیرق سیرنگ افغانستان. و یام نان مزدار ما که آخرین نان مزدار ما در تهران است و در بند که فردا بخیر میریم. خب دوستای عزیز، ما نان نوشجان میکنیم که یخ نکنه. پیشترم براتون گفتم اگه یخ کد باز مزه نمیته. شما را برای فعلا برای الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. باز هم مو گپی که نو از افغانستان حرکت میکردیم به این طرف ایران، گفتیم که بر ما ساعت ها میگذره اما برای شما مثل یک پلک زدن است. شما دیگه یک پلک بزنین، یک چند تصویر کوتاه ببینین، دیگه ما را در میدان هوایی خود دیدین. در میدان هوایی جادوی علاودین وارد میدان هوایی چراغ جادوی علاودین وارد ما در میدان هوایی باز ظاهر خود شدیم. دیگه شما را فعلا به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. اما باش که از این قسمت اگه اکسان بگیرم اینه. اما فردا به خیر صبح میریم، به خیر پرواز داریم طرف کابل جان. اوش کنید در کومنت ها چیز نگوی که خبر شوند. نیخ برنامه این برنامه را خودم ادت میکنم. خب خودم نشش میکنم. بگو یه هرچی که میگه بگوی. نه وقتی نخودم میشه دیگه ما در کابل میباشیم دیگه فرق نمیکنه که هرچی میگن بگویم. مقصد دوستا فامیل خبر نیست، ما میخواییم که غافلگیرشان کنیم. شما بینده باشین تا لحظه که پشت دروازه خانه بریم. ما تا نمو لحظه دیگه چیز نمیگیم، امی که دروازه رو تک تک میگه. خدا کنه که پدرم میگه دروازه رو باز نکنه، چون پدرم خوشش نمیاد این تصویر. اگه پدرم دروازه رو باز کرد، معمولا پدرم دروازه رو باز میکنه، اگه پدرم دروازه رو باز کرد باز یک کت میگیریم پدرم، میگیم پدر خودت برو یک جای دیگه. عجله کرده باز ما فصل شروع میکنیم. چی میگی؟ خیم نی؟ همه قسم که کسا خبر نکردیم بخیر کابل که رفتیم، یعنی خانه رسیدیم، دروازه رو تک تک میزنیم. نه اول کمری بارم تا صد میمانیم، بعد از باز دروازه رو تک تک میزنیم. باش که این دیگین صدف و مادرم زیاد میگن پشتان داخت شدیم. نه شدن یا نشدن؟ آه شدن نشدن. از سری قمی برنامه محققت رو دیگه شو میکنیم، هم تو کمره رو دیگه حیار میکنیم، دروازه را تک تک میزنیم که واز کنن، ببینیم که چی رقم عکس العمل نشان میدن. با نوم عکس العمل شان ما میفهمیم که واقعا پیش ما دق شدن یا دل ما را خوش میکنن. راست میگی. خیلی خدا فزیک یک کتا کو فرخونده فعلا. خیلی در میدان هوایی انشالله ما شما را میبینیم. خیلی دوستای عزیز باز خوش آمدین. از دیشب به این طرف دیگه شما یک لحظه بسیار کوتاه سپری کردین، یک چند تصویر دیدین و ما در میدان هوایی هم ما رفتیم استراحت کردیم. چندین ساعت گذشت و بالاخره ما همین لحظه به میدان هوایی امام خمینی هستیم.
فرخنده مسکت من فرخنده سلام. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام استاد. یک لحظه فرخنده جان. که باشم مایک که باید بتم چینجه هر صدا است. دوستا سلام، بازم خوش آمدین به قسمت دوم برنامه ما. دیگه فعلا که میبینین ما به میدان اوی هستیم، منتظر پرواز هستیم. فعلا ساعت 10 بجه هستیم. گفتم که 11 بجه پرواز است، دیگه که 11 بجه پرواز است یا 12 یا 1 میشه دیگه به خدا معلوم. مقصد ما تکت یای ما 11 بجه نوشته است. دیگه بخیر بریم کابل. فامیلام بازم خبر ندارن، نوزم کسی خبر نکردیم. هیچ خبر نکردیم. بریم ببینیم که چی عکس العمل نشان میدن. دیگه دیشب اونجای فامیل صحبت میکردیم، مادرم گفت که تصمیم داریم دالی زرنگ کنیم، دهلیز خانه رو باش که تاریکی شد. ما چرا رفتم از کجا بگیرم بشنی شاید تو بگی دقیقه. خیر دوستا بگیرم نکرد. مادرم گفت که تصمیم داریم دالیز خانه رو رنگ کنیم. خدا کنه که مام گفته نتونستیم که نه رنگ نکنین یا چطور یا چنان. همه خبرشان گفتم که آل زمستان است پشتیم رنگ رنگ بازی نگردید. هدف ما این بود که باش از رنگ کردن یک ذره منصرف شون کنم که ما بریم ببینی که کل دالیز کار جان داره رنگ مالیسته. دیگه باز گفت چی وقت میین؟ ما گفتیم هفته دیگه بخیر میین. فقط امو دوست ما که کچ شما هنگ کردیم که برنامه را باز برای شما کنیم و دیگه ای که موتر بیاره پشت ما تا میدان پشت امروی موتر پشت ما بیاره. دیگه امروی ازو فقط امو هنگ هستیم و گفتیم که بیا بس خلاص. دیگه کسی را خبر نکردیم. دیگه دوستای عزیز انشالله که به خیر و به خوبی برسیم کابل و برنامه های خوب داشته باشیم و همچنان این برنامه را من میخواستم که همون تدامه بتیم تا ای که کابل برسیم و پشت دروازه. اما به خاطر از ای که این برنامه را مجبور هستم خودم کل کارش بکنم، چون اگه به فردوس آن بکنم باز فردوس خبر میشه که ما آمده نیستیم. به او خاطر دیگه ما فرخنده تصمیم گرفتیم که این برنامه را باز تا ای که تا لحظه که داخل طیاره میریم اونجا ادامه میتیم. باز داخل طیاره هم را شما خدافیزی میکنیم، اما باز شما فردا شب ببینین که فامیل چه قسم متعجب میشه. باز ما دیگه انشالله فامیل را به خیر فردا شب متعجب میسازیم. اما درست نیه فرخنده؟ دیگه مسئله دیگه که از دیگه ما بریم خانه و گفتیم که کمره را هم دوست میمونیم، خود طبعا در خانه هر کس هر رقم لباس میپوشه نیر شد. آفرین. باز ما که برنامه میگیریم باید لباس های منظم تر باشنی، از این خاطر اگه ما بیخبر بریم بیخی باز این رقم خونه میشه. دیگه باز ما و ارشاد تصمیم گرفتیم که آن برادر مرنه ارشاد میگیم که به فردوس جان مسیج کنم بگویه که ما خانه تان میاییم. باز اونا آمادگی بگیرن که یعنی فامیل ما خانهشان میرن. دیگه باز برادرم شمک میدان اوی آمد که تاوی یک جای باز میریم داخل خانه که آماده برنامه باشن. هرم قسم لباس های منظم داشته باشن به خاطر که لباس خانه تا برنامه فرق میکنن. دیگه از این خاطر این قسم پلانا گرفتیم ببینیم چی میشه. راست میگی. دیگه دوستا ای که میگفتیم دوست ما را خواستیم، دوست ما را خواستیم که بیاین امرای ما میدان اوی پشت ما بیاین. برادر فرخنده جان است. من نگفتم که برادر فرخنده جان، چون از خودش پرسان نکده بودم که بگویم نگویم در برنامه که کی است کی میاد پشت ما. اما حال فرخنده گفت دیگه که برادرش میاد پشت ما میدان اوی. دیگه اینم دوست ما که منظورم دوست میگفتم، چون از خودش پرسان نکده بودم دیگه. حال که فرخنده گفت دیگه حال من براتون میگم برادر فرخنده پشت ما میاد. وقتی که ما را گرفت باز برش میگیم که نال زنگ بزن یا مسیج کو برای فردوس، برش بگو که ما خانه تان میایم که اونا به گفته فرخنده حداقل سرواز خود جور بکنن برای مهمان که همون قسم برای برنامه ما آماده باشن. چون خانه است دیگه، وقتی که برنامه نباشه در خانه هر کس راحت، هر کس هر رقم که مثلا دلش میشه در خانه میباشه، مصروف کاربار خودش میباشه. اما برنامه فرق میکنه. به او خاطر که ما بتونیم حداقل اونا را آماده شرایط برنامه بسازیم، باز به او خاطر دیگه این تصمیم گرفتیم که برادر فرخنده جان بگوییم که زنگ بزنه در خانه برای فردوس بگوییم که ما خانه تان میایم که اونا آمادگی مهمان داشته باشن، اما از زیر پلو مولی برای ما وقتی دیگه مولی نیستی لباس های هم سفید است مولی باری نه مولی نیستیم. خب مولی نیستیم نیستیم. گپ از گپ بود برا آمد دیگه برابر آمد. خب ما صبح چیزی نخورده بودیم دیگه. حالا چی گرفتیم؟ ساندویچ مرغ گرفتیم، کیک گرفتیم، چای گرفتیم، این چیزا رو گرفتیم. بخیر که یار نشان بکنیم تا ای که زمان پرواز نزدیک میشه باز بریم. بخیر. و یک خوبی دیگه ای که میدان هوایی تهران
برعکس میدانوی کابل که در اونجا مثال اگه یک انرژی را بیرون از میدانوی 40 افغانی بخری، در میدانوی 100 افغانی میخری، 120 افغانی میخری، 3 برابر 4 برابر قیمت میکنند. اما تهران قسم نیست، تهران بسیار کم، یک اندازه بسیار کم سر قیمت ها بالا اضافه کردن. من رفتم میخواستم که این چیزا را که گرفتیم یارو بگیرم، میترسیدم که حال چند میشه، اما دیدم بسیار کم شد. با زمرای بیرون که مقایسه کردم دیدم که بسیار کم، در حدود 1.5% یا کمتر تا سرش اضافه شدن. او هم بخاطر می تکس و فکر میکنم چیزایی که در میدان میگیرن دیگه. میدان هوایی کابل نام خدای دکاندارایی که داخل میدان هوایی هستن، بخصوص اون قسمتی که بوردن پاس هم میگیری و باز میری دیگه منتظر طیاره میشینی. خدا یار جانشان دیگه، یک چیز چهارچند پنچند بای میکنن. از اون طرف که ما اومدیم، ما و فرخنده فقط یک گلاس چای گرفتیم، نه یک گلاس چای گرفتیم، یک دونه کیک گرفتیم که اگر میره در بیرون بگیرید 30 افغانی تمام میشه. اما ما و فرخنده 300 چند دادیم؟ 40. 340 افغانی. 30 افغانی رو سعی کنید، 340 افغانی رو سعی کنید. یک چای بود باور کنید، یک چای بود که یک دونه کیک بود، دیگه چیز نبود. یک قیمت. اما در تهران خوب است، تهران اینجا قیمت ها بسیار مناسب است. داخل میدان بسیار بلند نیست، قیمت نیست، آدم میتونه که چیزی رو بگیره. دیگه او وقت واسه پیسه افغانی هم پیشمونه بود نی، اون پیسه رو دادیم دیگه، خلاص شد، خلاص شد پیسه افغانی. یک بخیر مقصد 20-25 مانده. همه خیلی که در میدان او یک کردت کارت بخریم، زنگ بزنیم به بیادرت مانده. خود دوستا دیگه خیلی شما بیننده باشین، باش که فرخونده ایچ نگرفتم، بیننده باشین، فرخونده رو بگیرم خودم گم میشم، خودم رو بگیرم فرخونده گم میشه. دیگه شما بیننده باشین تا ای که بخیر ما داخل طیاره میریم. باز داخل طیاره بیشتر هم رایتان گپ میزنیم، صحبت میکنیم و بازم اونجا داخل طیاره خدافیزی میکنیم، ولی باز برنامه ما را ادامه میتیم ما، ولی ادامهش شما فردا شب ببینیم که فامیل چگونه متعجب میشن. این برنامه و برنامه فردا شب که شما میبینین، هر دویش شما زمانی میبینین که ما و فرخونده کابل رسیدیم. دیگه کابل رسیدیم بخیر. شما که برنامه را میبینین، امی لحظه ای که شما این برنامه را میبینین ما کابل هستیم، اما امی لحظه ای فعلا خودم ما در میدان هوایی تهران هستیم. چقدر سخت است توضیح دادنش نه. دیگه به هر حال شما تا آخرین لحظه بیننده باشین که دستم هم شخ شد دیگه، از یادک بلند هم بگیرم باز مردم اذیت میشه. خلاص تا ای که داخل طیاره میریم کتان هستیم. دوستای عزیز، بازم این اخیه پیشتان دروغگوی شدم، اما ببخشین دیگه، اما دروغگوی مجبور هستیم به خاطر از اینکه بازم مثل همیشه بگویم دیگه تیاره آریانا بازم تال داد. 11 بجه قرار بود پرواز بکنیم از اینجا به طرف کابل، اما همین لحظه 11:39 دقیقه هنوز تیاره نامده در اینجا. دیگه خیر است، پیشتان عذر میکنیم. خواه اینه، همونطور که میبینین در اسپیکر همین هر بار یک صدا میکنم، ما منتظر هستیم که یک دفعه بگه که آریانا افغان، آریانا افغان، ولی گوشای ما گفتگان تا منتظر است و یک دفعه نگفت. خیر پیشتان حضور میکنیم، خیر اگه برتان میرس همین ویدیو، لطفاً لطفاً یک کمک توجه کنیم به لیاز خدا. بیخی عین بینی بردگیست به گفتیم و آمیانه دیگه هست نیست؟ و خدای نه یک بیخی رو سوهیست جمعایم. یک دفعه شما آن تایم کار بکنین، ما اگه گوسفند خیرات نکردم هرچی میگین بگین. یک دفعه دیگه به هر حال موضوع دروغگویی بود که گفتیم در داخل تیاره برنامه را خلاص میکنیم. دیگه دیدیم که تیاره جوان و مرگی تا فعلا نامده. تیاره تا فعلا نامده دیگه، از وقت پروازش 39 دقیقه 40 دقیقه گذشته هنوز تیاره نامده، هنوز تیاره نشست نکده، معلوم نیست دواز در کابل است، حرکت کرده نکده. دیگه به او خاطر تصمیم گرفتیم چون این برنامه را باید ما کابل روان بکنیم که اونجا بر از برادر فرخنده جان روان بکنیم، برنامه را که آماده نشر بسازیش که ما می کابل رسیدیم برنامه را نشر بکنیم. به او خاطر دیگه مجبور هستیم که نمیجه برنامه را تمام بکنیم. این برنامه را دیگه بازم معذرت میخوایم از پیشتان، خیر شما ما را ببخشین، از طرف از امو مردم ما از شما معذرت میخوایم. دیگه خدا انصاف بتیشان، خدا کمک گفتن تا شعور بتیشان، خدا کمک عدل بتیشان که یک اندازه خیر زیاد نی، یک این قیق به مسافرین خود احترام بانند، این قیق ما اونم قدرش رو زرد داریم. دیگه به هر حال میبینین کلگی اونجا شده باش مک نشان بتم اون مسافرین اونجا ششتن کلگی. ما و فرخونده ایس آمدیم به خاطر از اینکه چی میگن از اونجا دور باشیم، مزاحمت به کس نکنیم. ما اینجا آمدیم اما دیگه اونجا ششتن. ای هم دیگه همو خطرنده مقابل پیشتی ماست، تیارا هستن،
فقط ما منتظر هستیم که در دروازه 14 این ما پیش دروازه 12 هستیم 13 او طرف 14 است. در دروازه 14 تیاره آریانا افغان بیاید و ما بخیر بریم به طرف کابل انشالله. و یک چیز دیگه میگفتیم یادم رفت گفتم. خود خیر گفتم یادم رفت. برو قدر مزایمت نمیکنه صدا عزیزی. چه احساس داری؟ خواهد نه آیده میخواستم بگم خواهد که گفتم یادم آمد بخشین بخشی گفته گرفتم. گفتم باز خوب است که ترمینال چوکی راحت داره. کسایی که استراحت میخواهند بکنن یا خواهد سرشان آمده باز میتونن راحت اونجا خدا بندازن. خب فرخنده چه احساس داری؟ چه احساس دارم از اینکه بخیر کابل میرم خوشحال هستم بسیار زیاد. دیگه از اینکه منتظر تیار هستم بسیار بد. نگران، ناراحت. بخیر است منتظر می باشیم مقصد بخیر برسیم. مقصد امو تیاره آریانا که از کابل می امو بخیر برسه کابل مسافرین خود بخیر برسانه. تهران از کابل که میاد تهران؟ از کابل کابل تهران کابل تهران بی غلط کردیم. از کابل که میاد تهران بخیر برسه مسافرین خود بخیر برسانه تهران و بکسایشون در کابل نمانده باشه. بکسایشون کسشون یک جای گرفته آورده باشه اینجا و ما را از دوباره پس بخیر برسانه کابل. بکسای ما را اینجا یادشون نره خدا کنه که باز ما در کابل منتظر بکسای خود نشینیم یک 3 ساعت دیگه. دیگه به هر حال این برنامه را اینجا تمام میخوایم بکنیم که عاجل کردیم اینجا جای در جای بشینیم ادیتش کنیم اینترنت اس روانش بکنیم کابل به برادر فرخنده جان که تایی که ما کابل میرسیم بخیر ایر آماده نشر بسازه که باز ما نشرش کنیم. دیگه توکل ما به خدا هر موقعی که کابل رسیدیم بخیر انشاءالله باز برنامه را نشر میکنیم. از اون طرف فردوس خبر نیست که ما طرف کابل میایم مسیج کده رئیس مسیج کده رئیس که امروز برنامه بر ما روان نکدین میشو خینه بی برنامه میمونیم چطور کنیم ما همیچه چیز ثبت نکردیم یا تصمیم داریم ثبت کنیم یکی یک چیز میگید آد بر از او گفتام نمیتونیم که ما خنده راستیم میهیم طرف کابل دیگه او هم سرش غال مغالش برامده سر ما مره هر دقیقه مسیج میکنم میگه چی شد برنامه تان چی شد روان که ما آماده نشر بسازم باز ما گفتم ما امروز برنامه نداریم روان نمیکنیم اگه شما برنامه داری خوب اگه نداری خیر امشب برنامه نشر نمیکنیم. دیگه فردوس رقم بازی دادیم دیگه فقط امید یگان امید ما فعلا این است که تیاره حداقل در کابل نباشه در میوا خو باشه که دل ما جمع شه بفهمیم که حرکت خو کده برو دیر یا زود به خیر میرسه. حالا اگر اول بکن که تیاره هنوز کابل است هنوز پرواز نکده بازو خمه کجا بریم دیگه نه دیگه نه خود باشه بیا دیگه توکل ما به خدا شما رو خداوند حفظ بکنه زنده و سلامت باشین که این ولاگ دیدین یعنی به خیر طرف کابل روان هستیم فردا شب بینیده باشین که کابل برسیم بخیر باز فامیل چه قسم متعجب میکنیم کدام چیز گفتن داری؟ نه فعلا خداحافظ فعلا خداحافظتان دوستای عزیز منتظر برنامه ما باشین.